چشماشو بسته، خوابیده و داره خواب میبینه. آره، داره خواب میبینه. بچه ها از 7 ماهگی و وقتی هنوز توی رحم مادر هستند خواب میبینن و حتی کابوس. آره، ما از تولد تا مرگ مدام در حال دیدن کابوسی. وقتی بچه ایم فقط توی خواب کابوس میبینیم، اما وقتی بزرگ میشیم توی بیداری کابوس میبینیم. توی بیداری شروع این کابوس، این خواب بد برمیگرده به چند سال پیش، به وقتی که هنوز ازدواج نکرده بودم. و حالا توی بیداری این کابوس، این خواب بد هنوز ادامه داره، هنوز ادامه داره. خدایی به دادم برس، خدایی کمکم کن، زندگیم داره از هم میپاشه. وایسا رو، تو رو خودتو یکی دیگه دست بردار. میدونم فعلا شدم قول چراغ جادو آقا، هر دستوری بدن باید بگم چشم چشم. مهتاب تو چی میگی این وسط؟ نمیخواد نصیحتم کنی، نمیخواد نصیحت کنی. اگه میتونی فکر کنی مغزتون رو به کار بندازید. مهران من اگه بفهمه از قصه میمیره. نمیخوام حرف بزنید، حرف نزن، خودم درستش میکنم، خودم درستش میکنم، میتونم. هیچی نگی، هیچی نگی. هیجان زده که نمیشه، ولی تولدت مبارک. البته بعد از این همه کار داشتم، از بابا زنم واسه جشن گرفتم، فرندای فیسبوک تو، بچه قرتی های اینترنت. نه ببخشید عزیزم، ببخشید. خیلی خجالت داره ها، خیلی خجالت داره. وای چه بوی گل خوشبوی، اینه بوی تو خوشبوه عزیز دلم. نفهمیدم، حواسم پرت شد، ببخشید. ولی اون بچه حواسش بود، اونی که دستته کادوی تولدته، یک ساعت جلو در مدرسه‌اش منتظر بود. میدونستی من امروز چقدر کار داشتم؟ حتی شما سرت خیلی شلوغ‌تره، عجیبن و غریبه واقعا. شما با این شلوغی غذام درست کردین، چه عجب. بس دیگه، چه بویی هم داره، حال آدم به هم می‌خوره. متلک گوید، خسته شدم دیگه. من متلک ننداختم قربون شکلت برم، من غلط کردم اگه متلک انداختم کنایه زدم. شما قهرمان فیسبوک و ویچتی. ببین دلتو با اون لایکا خوش نکنی ها، همشون دروغه. بیچاره معتاد شدن یعنی همین دیگه، اینکه یا کله کله توی مانیتوره باشه فقط. باشه بابا، پشت دست باتو بشون رو بینم. کف کرده هرم. کجا بیام؟ چطوریش مهم نیست، من میام. باشه، فقط لطفاً دیگه امروز تماس نگیر، شوهرم خوب نیست. کی میترا؟ هیشکی. هیشکی؟ من چی فرض کردی؟ میام با کی داری حرف میزنی؟ اصلا مهم نیست. چرا اتفاقا مهمه میترا؟ با کی داری حرف میزنی؟ بده من گوشی رو، بده من گوشی رو، بده من گوشی رو، بده به من. ده حتما ما بزنم بشکنم اینو. من خرم، نه من خرم میترم. خاک بر سر من، خاک بر سر من.
my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. بفرمایید. تولد، تولد، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک. آرزو میکنی بعدم فوت میکنی؟ با هم آرزو کنیم. یک، دو، سه، چهار، فوت نکن، فوت نکن، فوت نکن، فوت نکن، فوت نکن. حالا فوت کن، فوت کن. ازش بگذرم میترو بی خودی هم زل نزن به چشم عشقم پایین نمیاد عشق مرد حرمت داره من یه چیزی اینجام گیر کرده که هیچکی نمیفهمه اسمش غروره اسمش غیرته اسمش مردونگیه که تو استاد له کردن چی که لهش کردی خوش به حالت بهت حسودی میشه تو هزار تا دوست مجازی داری من یه دونه واقعیشو داشتم این وحشتناکی که نمیفهمی مهران هیچی عوض نشده هیچی همه چی عوض شد تو من همه چی لامستم وقتی نگام نمی کنی حتی خودم برای خودم غیر قابل تحمل میشه تحمل نزنی ها تو حرف تحمل نزنی ها تحمل یعنی که ببینی هر روز زنت به خاطر چشم و همچشمی با رفیقاش عکس فیسبوکشو به روز میکنه تحمل یعنی مردم یعنی دوست یعنی آشنا یعنی اینکه انگ بیغیرتی بخوره تو پیشونیت تحمل یعنی که درد دل تو برداری بری واسه یه سری دوست که به قول خودت مجازی هم که واقعیش که من در به در باشم رو نبینی که بچت باشه رو نبینی که خانوادت باشه رو نبینی نکن پاشو برو بیرون برو بیرون میخوام استراحت کنم اصلا ندارم خوبه؟ اینو بذارین رو پروفایلتون کلی لایک میگیره خدمت شما اینم فیلتر شکنه پرتو فیلتر شکنه دست تو چی کارم کنه؟ این الان که دست شماست چند دقیقه قبل
آه چند دقیقه قبلم دست خانومتون بود، دست من نبود. تنت میخوره نه؟ نه. چاو سوال آمد. آخه اینجوری عخ میکنی آدم آلزایمر میگیره، به جون مادرم سوالم یادم رفت. یادم اومد. این عکسو گرفته بودم، رو توشش کردم. اونم فیلتر شکن ریختم تو فلش که تو هر سایتی دلتون خواست بتونیم بریم. یه دفعه دیگه در خونه ما سبزی یه جوری میزنمت که با روتوش همشو درستت کرد. تو هیچ سایتی هم ازتون اندازم. چشم. گرفتی مطلب؟ بله چشم. بودو فرار کن. این ور. چهار لحظه پدر جم چی؟ میترا میترا تا فرد و لام هسته با کی حرف میزنی؟ با کی حرف میزنی؟ بردار الان میترا با کی داری حرف میزنی؟ یه ستم پشت خطتم این کدوم در به دریه؟ رفتی عکس خانواده این گذاشتی تو فیسبوک؟ دیوونه چه کاریه؟ بهم زنگ زنگ میگه من شرف ندارم، میگه من غیرت ندارم، من مرد نیستم. حق هم داره میترا، حق داره. فقط به خاطر عوضی بازی های تو میترا، فقط. برو یه لیوان آب بیار. چشم. فرمایید ماما. سلام خاله، ببخشید میگه نوتاش بیاد با هم دیگه بازی کنی؟ من دیگه خسته شدم، یه بازی دیگه کنیم. ما که هر بازی میگیم تو میگی نه. من چی کار کنم؟ سلام مادر.
بنو کمک کنم بدونم تو آسانسور. سلام مادر. سلام عزیزم. بچه ها هستن. دست در نکنید. آسانسوره دایناسور که نیست. حالا یا دایناسوره یا آسانسوره. من میترسم از اتاقک. دست در نکنید. همه جوری خودم کمکش میکنم. باش. بگیری. باش. از گرما به نالم یا از پای دردم. بای 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 بای. بده من. دست در نکنه سنا جون، حنا جون، نوتاش خانم گل گلا، همه ما رو در اینجا بندونه رو. بچه های گلم، امروز میخوام یه آش خوشمزه براتون درست کنم. بخورید و نوش جون کنید. چطوره؟ آخ جون. مامان، مادر بزرگ میخواد برام آش درست کنه. میتونم اون چیزا رو از کابینت بردارم؟ برو هر چی میخوای برو بردار. اونجا یه چیزی گذاشته بودم کو مامان من فقط قرقروس برداشتم. تو چی برداشتی؟ قرقروس. الان کجاست؟ مادر بزرگ حمید میخواست برام آش قرقروس درست کنه، منم واسش بردم. چی کار کردی؟ کی به تو اجازه داد این کارو بکنی؟ دفعه آخرت باشه که بی اجازه به چیزی دست میزنی. تو که چیزی ازش نخوردی؟ مامان تلخ بود، به خاطر که تلخ بود من نتونستم بخورم. برو تو اتاقت. چیزی که دخترم به جای قرقروت برای همسایه برده بود تریاک بود. قسمتی از باج من به کابوسم. زنگ زدی بهشون؟ آره بابا زنگ زدم. آدرس چی بهشون دادی؟ رامین تو که چیزی که مصرف میکردی چرا گفتی تریاک بیاره؟ ببین سینا، وقتی اون مواد تونست باعث جداییم بشه و زندگیمو به گند بکشونه، پس حالا همین اتفاق میتونه برای یه آدم دیگه یه جای دیگه هم بیفته. نه سر قرار؟ امیدوارم که بیاد. دعا کن که بیاد. Thank you.
تو این موندم چرا ازت مواد خواسته؟ مثل همیشه ازت پول میگیره؟ خودم هم نمیدونم. همین دوره برای باید باشه. الان باید زنگ بزن. الو. ببینین کدومشون به صفحه تلفنش داره نگاه میکنه. ببین کدومشونه. میترا اونا از دخترم ممنون شدم برای اشتباهی که کرده بود، که اگر اون اشتباه نبود کابوس من ترسناکتر می شد، خیلی ترسناکتر. میتونش بابا شما برو تو اتاق بخواب، بدو سری شما نمیتونم واسه کار دارم توضیح میخوام ازت، قدر یه کتاب ازت توضیح میخوام. نگاه میکنی دوست شما صاف و پوزگنده بدون کلک، بهم میگی چیه؟ میگی اشتباه من کجاست؟ چی کار کردم؟ چه خطایی کردم آخه؟ تو چشم نگاه کن، رو راست بهم بگو. اصلا دروغ بگو. دروغ بهم بگو. بگو مهران دارم به دروغ میگم، تو خرشو. منم خدا میزنم به خریت. دلیل قانع کننده واسه خریتم پیدا میکنم، میگم خاک بر سرت مهران. تو خرشو چون میتونه راست میگه. ولی بهم بگو. همه رو هم بگو درست و درمون. درست توضیح بده میتونم میشنوم. یالا بگو. فرصت میخوام. تو حق داری. اما الان تو مال حقت نباش. میفهمی چی میگی؟ میفهمی چی میگی؟ الان دوباره حقم نباشم، یه توضیح ساده هم ازت نخواهم، دروغم بهم نگی، دارم خفه میشم. میترا تو میگی من میترا میترا خدا رو شکر به خیر گذشت، میتونین کارهای ترخیصتون رو انجام بدین و برید. ممنونم. خواهش میکنم. استرسشون خیلی زیاده، فشارشون خیلی بالا پایین میشه. اگر مراقبشون نباشین احتمال حمله قلبی زیاده. ممنونم از زحمتتون. خواهش میکنم. تو حرف نزن. گفتم میخوام حرف بزنم، یه بارم بشده به من گوش کن. ازت طلب کارم، برای تمام تنهاییم ازت طلب کارم، برای تمام حرف نزدم ازت طلب کارم. به من نگاه کن مهرام، تو میدونی من افسردگی دارم، میدونی دارو میخورم، میدونی قلب یه زنو عشق بچه پر نمی کنه.
تنها. دوستای فیسبوکی چی؟ من اشتباه کردم. برکه من میترام. گفتم اشتباه کردم. من خطا دیدم ولی موندم. من بهت شک کردم ولی موندم میترا. بی وفایی دیدم ولی موندم. خب لامصب حرف میزدی. من جلو میشستی زانو به زانو چش تو چش. هر چی دلت میخواست میگفتی. ولی با صداقت میگفتی. اصلا میگفتی با یکی دیگه وسط. خفشو. حرمت نشکن. مؤدب باش. ادب. تو از ادب حرف نزنی ها. تو از تحقیر حرف بزن. از شکستن حرف بزن. از غرور من حرف بزن که به لجن کشیدیش. قلبت تو قلب منه. من تو قلبم واسه تو خونه ساختم، باغ ساختم. چیکار کردی؟ گرم زدی، به لجن کشیدیش، به آتیش کشیدیش. لعنت به تو، بس کن. الو، اینطوری میخواستی به تعهدت عمل کنی؟ آره خوبه. ببین این مرحله رو خوب گذراندی، اصلا داری میرسی به قول بازی. بهتر یه سر به اینترنتت بزنی، آخه هر روز برات یه سورپرایز دارم. جایزتو ببین قهرمان. زندگیمو نابود کردی. تو چی میخوای از جون من؟ با این کارت فقط مبلغ آوردی بالا. زندگی دست خودته، میتونی نجاتش بدی. ولی فقط یادت باشه چیا پیش من داری. عکسای دانشگاه که یاد نرفته. همون عکسا رو میگم. گیرم که شوهرتو بتونی متقاعد کنی. ولی همه مردمو که نمیتونی متقاعد کنی ها. اینقدر فیلم و عکس و مسئله شخصی ازت دارم که یه عمر تحقیرت کنه. حالا خود دانی. تو چه دشمنی با من داری؟ آخه چرا من؟ مطمئن باش هیچ وقت نمیفهمی، اما اگه یه روز بفهمی و منو بشناسی برات همه چی جالب میشه. راستی اینترنتت قطعه، به فیسبوک سر نمیزنی، این روزه لایکات از همه بیشتره. همه اینا رو مدیون منی، میفهمی که خدایش من آدم بدیم. من ازت خواهش کردم، بهت التماس کردم، گفتم بچه دارم، شوهرم رو بهم بدبین کردی، خانوادم رو داری از هم میپاشونی. اگه تمومش نکنی میکشمت. آخه تحت تاثیر قرار گرفتم. باشه میخوام تمومش کنم، به شرط اینکه تو هم بچه خوب حرف گوش کنی باشی. برام پولمون ردیف کن، انقدری که راحت از این مملکت خارج شم. زندگی اونجا خرج داره، میفهمی که شما که مشکل وضع مالیت بد نیست. بعدش هم من فکر نمی‌کنم پول اینقدر ارزش داشته باشه که بخواد زندگیتو نابود کنه. عاقل باش. میزنگم بهت. بای. آشغال عوضی. مرغ افتاد تو قفس. تو باز 10 سال نمیخوای بی خیال عشقت بشی؟ ببین من عشقو خیلی وقتی با انتقام عوض کردم. الان وقت انتقام. انتقام لذت داره نه؟ Thank you.
دیدنش یه دفعه همه چی یادم اومد. اون رامین بود، هم دانشگاهی من و عاشق دختری که اسمش نسرین بود. یه روز اتفاقی رامین رو موقع مصرف مواد دیدم و اینو به نسرین گفتم و همین باعث جداییشون شد. حالا دیگه میدونستم این کابوس، این خواب بد چرا پا تو زندگی من گذاشته. انتقام. فهمیدم همه این کارها برای این بوده که رامین میخواست انتقام از دست دادن نسرین رو از من بگیره. کابوسی که برای من ساخته بود انتقام بگیرم. اما یادمون باشه که توی ترسناکترین کابوس ها هم میتونه یه چیز خنددار، یه اتفاق یا یه قصه مضحک هم وجود داشته باشه. وحید، پسر همسایه که اومده بود در خونه ما، قسمت خنددار کابوس من بود. سبچی یه جوری میزنمت که با روتوش هم نشه درستت کرد. تو هیچ سایتی هم ازتون اندازم. گرفتی مطلب؟ بله. چش بودو فرام کن این ور. عجب گلی، همسایه هم داره طلاب طلوب میکنن از خوشحالی بازی. اون کار شده دره در؟ ضربات غیر قابل مهاره این بازیکن هم باشیم. جالب، به عنوان یک مدافع ضربات ایستایش خیلی خاص و منحصر به فرد است. مثلا گولهایی رو به ثمر میرسونه روی ضربات ایستایی که ستاره بزرگ فوتبال جهان هم نمیتونن. من داشتم فوتبال میدیدم. این گولها رو بزنن خطاب روی هالک. سلامت باشی، قربان شما، خیلی ممنون. جدی میگی؟ خوش خبر باشی. چشم، خدمت میرسیم. سلام میرسونم. سلام دارم برسونی. قربان شما، با امید دیدار. چی شد؟ چی شد؟ چی گفت؟ مریم باباشو راضی کرده. خب مراسم خواستگاری هماهنگ، همه چی آرومه. ای قربونت برم که تو اینقدر خوش خبری. ای جان، مرد عاشق بیا اینجا، بیا اینجا. انگار شرط باباش یادت رفته. کار پیدا کردم. اونجا من یه چیزی گذاشته بودم کو. چی مامان؟ اونجا یه چیزی گذاشته بودم کو. مامان من فقط قرقروز برداشتم. تو چی برداشتی؟ قرقروز. الان کجاست؟
مادر بزرگ حمید میخواست برام آش قرقرو درست کنه، منم واسش بردم. تا اینجا این کار که میزبان رو خوب اذیت کرد. مکنج سانتری دوباره خطرناک، فرصت برای تیم ملیه کامرو. سلام. چیه ترساندیم؟ الکس سلام. به به چه بوی میاد؟ خیلی گرسنه‌ام. کوچیکه داره بزرگه رو میخوره. چی؟ همین روده دیگه. چطور شده مادر؟ خوب شده؟ خیلی خوب شده. پس چرا با اشتیاق مسرت نمیخوره اینجوری؟ نه میخورم اونا، میخورم. آها، حالا دیگه خونه نو و عروس نو دست پخت مادر بزرگ نمیخوری ها؟ نه میخورم، میخورم. فوتباله؟ خیلی خوبه. خیلی خوشمزه بود. اینقدر خوشمزه بود با اشتیاق و یه چیز بود. چی بود؟ با اشتیاق و مسرت. مسرت همه رو خوردم. با شور و شوق جوری. نوش جو مادر، نوش جو. ماشاءالله همه شو خورد ماشاءالله. نسرین خانم. بله. سلام، خوبی؟ سلام. ممنون، امشب خوب خوبم. خوب خدا رو شکر. شینام آش درست کردی؟ بله، بچه‌ها دلشون آش خواهد، یه آش خوش مزه درست کردم. ببخشید کم بودا، وگرنه برای شما می آوردم. تموم شد؟ بله. آقا وحید همش عین کد و کریل بلعون. آره، خیلی هم خوشمزه بود. عجب آشی بود. همش خوردی، تلخ نبود؟ آره دیگه، اینقدر خوشمزه بود که با ظرفش خوردم. آره یه ذره تلخ بود. شما از کجا فهمیدی؟ تلخ بود. تو داشتی قابلمش هم میبلوندی، تلخ بود، دست من بشکنه. بابا من کی گفتم تلخ بود؟ گفتم دستبختت واقعا خوب. حالا کجا داری تشریف میبری؟ با اجازه داری میری مهمونی. مهمونی؟ اونم چه مهمونی؟ آخه امشب قراره بریم خواستگاری. بالاخره تونستم بعد از چند مدت اعتماد پدر مریم رو به خودم جلب کنم. خب بهتر نیست قبل از خواستگاری یه سری به دکتر بزنی؟ دکتر؟ دکتر چرا؟ من حالم خوبه. رنگ روشون خیلی پریده، ببینی؟ آها، این مال ترس رودرویی شدن با پدر مریمه، طبیعیه. میگم بعدتون نیا، شما کارگوازی در بردی یا برو استراحت کن. بعد که اومدم یه آش خوشمزه برای شما درست میکنم. بفرما، بفرما، بریم، شب بخیر. شاعر میگه سخن از هرچه بگویی سخن دوست خوشتر است. ما جمع باید تا کی بنشینیم و همینجور بر رو بر نگاه کردن جناب داماد رو نگاه کنیم؟ بالاخره حرفی، سخنی، ناسلامتی برای خواستگاری اومدین اینجا. ما باید بدونیم داماد اصلا قدرت تکلم دارند یا ندارند. شادامان، شما نمیخوای بگی به ما از کی میخوای تشریف ببرین سر کار که دل ما خوش بشه؟ وحید، 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 با شما هستن. میفرماین چه میخوای بری سر کار؟ از همین الان تحویل بگیر خانم داماد ما رو. میگه از همین الان میخوام برم سر کار. خب شاید الان انرژیشو داره. شب خواستگاری میخواد بره سر کار، انرژیشو داره. نه نه نه، خب بفرمید از کی قرار به این سری کنم؟ از بعدعقل. بعدعقل خوبه دیگه. چقدر قشنگ. فردا جمعه است، بذارید شنبه تشریف ببرید. من دیدم چهرهتون یه کمی خمارآلوده، یه کمی افتاده هستید و چشاتون پیلی پیلی میره. گفتم شاید دیشب شب کار تشریف داشتید، اینه که کمی خسته به نظر میرسید. شاید مثلا چیزی خورده بابا، سردیش کرده، حال نداره. شما گیر نده. مشکل منم همینه دختر، یه چیزی خورده یا یه چیزی کشیده. بله، این حالت حالت آدم طبیعی نیست.
دلش درد میکنه میگه گفتم سردی خورده اونی که دلش درد میکنه منم اونی که سرش درد میکنه منم دختر دست گلمو میخوام به یه آدم مرد هوا حساسیت داره صورتش اینجوری میکنه ببین خوب گوشاتو باز کن عزیز من بنده به شما دختر نمیدم به هیچ عنوان هیچ کدومشونو حتی این ترشیده ها رو ای بابا خب من اگه بخوام ترشیده نشم مثل این تو پره که حرف نباشه اونم که داره فعلا درس میخونه به شما دختر نمیدی تا زمانی که سر کار بری وضعیتت مناسب بشه از این حال روز بیای بیرون لباسهایی بپوشی که من بتونم تو فامیل تو رو نشون بدم چپندر قیچی نباشه نه اینه که اینجوری میبینیم موده لباسهای سیته موده بابا چی موده؟ تو چرا نمیپوشی اگه موده؟ من چرا نمیپوشم موده؟ یه چیزی آدم باید بپوشه در شأنش باشه در شأن خانوادهش باشه نه این ببخش اینا مگه پسر من ششه؟ نگاه کن ماشاءالله خوشتیم نیست که هست الان این میز تکون بده ببین چقدر دختر مثل توت میریزه پسرم همینجور خیلی هم دلتون بخواد این عروس گلم خوبه موه چرا دختر نمیاد نمیداره کمپرس در میکنه برو ببین چی میگه اصلا یه جوری هم یک کسی متوجه نشه پیجوی تو چرا پیس پیس میکنی؟ به خاطر خودت دیگه چی به خاطر خودم هی جف میدی نفهمیدم اصلا چی شد چی گفتن من به خاطر خودت دارم میگم ببین من هر چی زرنگی دارم تو زندگیم به خاطر تجربیاتمه تو هم گوشاتو خوب وا کن مو به مو به حرفای من گوش کن اجرا کن دیگه تجربیات ببین تجربه اون همه خواستگاری که داشتم دیگه کدوم خواستگار ای اون همه بتون... خواستگار داشتم خودم نکردم دیگه دوست نداشتم کدوم رو خودت دوست داشتی؟ همه رو دوست داشتی تا جایی که ما میدونیم ای بابا شما گیر دادی الان وقتی این سوال هاست وحید کجایی؟ معلومه کجایی؟ ما نمیدونم با کجاییم خب بکنم خونه پدرتن هم این دیگه خیلی با البته اگه ما رو به غلامی بپذیرن ذوق زده شدن نه 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 سب بابا نشستم خب شاید خسته از خوابش میاد خسته از خودتو گول بزن خب برو خودتو بدبخت هیچ اشکالی نداره فقط یه ذره کم رنگه وحید ببین اینه هم وزق اینجوری داره سفید علکی بدبخت ببخشید بفهم خواهش میکنم چی شد؟ چی شد؟ آه زلزله چی شد؟ زلزله کدومه؟ میترا میترا بریم بالا چی کار میکنی تو؟ سلام آقا مهران سلام بی سلام خانم سلام نداری شما چرا اقام ما رفت آمد میکنی؟ من چقدر بدم به خیال زندگی نرشی؟ من با شما بالا حرف بزنم بالا حرف بزنم آبروی چی؟ دوست دارم داد بزنم من واسم به میترا جون کمک کنم خانم نمیخوام من کمک تو نمیخوام دوستی و مهربونی تو با زنم نمیخوام بیا بالا دیدی مردی ما دستت من؟ حقم داره این همه رفتم با باباش حرف زدم گفتم دخترت بده به تو چیکار کردی رفت معتاد شدی وای 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 خواهی راننده بگی نیفته چی برو تا خودت آوردی؟ بیا زنم چی؟ ها؟ برو من نمیدونم این منطقه دلدرخی چیه منو برداشی آوردی؟ تو زلزله هزار روش داری برو برو بابا اونجا آوار میری خود سر من برو برو نوال کنش بزنی کنش بگو حالا قد هم باش سواس میگیریم برش خودی بریم فعلا نمیدونم چی هر چی فکرشو میکنم با عقلم جور در نمیاد خوشحالم از این که با چشمای خودت دیدی
وضعیت پسره و خانوادهشو دیدی، دیدی چه حرکاتی از خودش داشت نشون میداد. خیلی خوشحالم وقت پا تو کردی تو یک کفش الا لیل و وحید، فکری پسر قطعه. نه ای بابا، من چه حرفی میزنم؟ میگم بابا وحید بچه سالمیه، من میشناسم. من ندیده بودم از این داستانا ازش، اصلا من میگم شاید مریض بوده، سردیش کرده بوده، پیش میاد. باز داره دفاع میکنه، باز میگه سردیش کرده بود. ندیدی این وضعیت مال سردیه؟ خب پیش میاد. ولی من میدونم چیه، زیادی مصرف کرده بود خانوم. نه بابا، آدم یه وقت دلش درد میگیره، دیدی اینجوری میفته. چرا؟ بابا آدم راست میگه، مشکوک بود، بعد مشکوک میزد. آره، ولی من یه کتاب روانشناسی دارم راجب اینجور آدم ها، خیلی خوب توش نوشته، بهت میدم بخون. خب بخون. آدمی که هویتش از دست میده خب. میره دنبال اعتیاد و چت زدن و اینجوری، گو که همش اینجوری ها. آره. یه نقطه رو نگاه میکنن. خوبه این تو هم داره، بهت میگم. چرا باید هویتشو از دست بده؟ چرت نگو بابا تو هم. برو بابا. زیر بار نمیره آخه. چرت میگی؟ چتونه بابا، مگه فردا قرار نیست بره آزمایش؟ ای وای. با تمام بیعقلیش. آزمایش راست میگه. بله. آزمایش. آزمایش. آزمایش چیز خوبیه. معلوم میشه. آدم اینو میگه آقا تو مثلا گیلاس خوردی، خیار خوردی، مردی. چه میدونم تردید کرد. آزمایش درست میگه. نه عزیزم، من چشمم آب نمیخوره. آزمایش مازمایش دردی از این پسر دوا نمیکنه. اون حالت که من دیدم آزمایشی نیست. قربونت برم. ولی باشه. آزمایشم میگیریم، بهتون ثابت میشه که من درست میگفتم. دستگاه خراب بوده خانم. بابا امکانش هست پیش میاد. از دختر تحصیل کرده این مثل تو بعیده. بابا بارها تو اینترنت هزاران نفر میرن آزمایش میدن دستگاه خراب میده. بعد به من بدبخت که میرسه دستگاه خرابه. بابا به قیافش میخوره، معتادا دندوناشون داغونه، سیاه. این تازه اول کارشه. بفرما چطور تونستی اینقدر با احساسات من بازی کنی؟ دروغگوی معتاد. به من میگی معتاد؟ بله، پس من معتادم. بابام تو رو خوب شناخت، بابام هرچی بهم گفت باور نکردم، ولی الان این برگه داریم که تو معتادی، تو معتادی. اینم حلقت دیگه. نه به من زنگ میزنی، نه به خونمون میاد. من دیگه با تو کاری ندارم، تموم. معتاد، معتاد. ببریم اهنا. مریم برو بابا، گناه داره، گناه داره. مریم بی مریم، پنبه مریم از گوشت بیار بیرون. ببین بذار یه چیزی رو برات بگم. بیا جلو. آره بیا جلو، نه اینکه منو بخوری، فاصله دار. ببین خوب گوشاتو باز کن، من جنازه مریم هم دیگه رو گوش تو نمیذارم، یعنی دختر به تو نمیدم. متوجه شدی؟ نه میشه یه بار دیگه بگی؟ بله، ده دفعه دیگه هم بخوای میگم. متوجه شدی؟ بله قشنگ. من جنازه مریم هم رو گوش تو نمیذارم. این دفعه آخرت باشه در خونه ما میای اونجا، آبرو حیثیت ما رو میبری. خاک بر اون سرت. ببین مریم دیگه داری رو مخ من راه میری. تهدید میکنی منو؟ قطع میکنم دیگه، هم حق نداری به من زنگ بزنی. نه نه نه، تهدید چیه؟ یه لحظه گوش کن، جون مادره، جون مادره تو قسم خوردم. بگو بگو، گوش میکنم. خب حالا گوش کن. ببین خود میترا خار داشت. چی میترا خار داشت؟ نه بابا، میترا خانمو نمیگم که، این گله. خودشونم میدونستن من تو اون آشیکه خوردم یه چیز ریخته بودم، من به خدا خبر نداشتم. برو دایی تو بیچاره کن وحید جان، این حرفا رو واسه من نزن، من 2 سال از تو بزرگترم، من تو لوله بخاری بزرگ شدم، خودم همه رو سیاه میکنم عزیزم. من فکرم واشه قرقروت، نگو توش تریاک ریخته بودم. باشه تو خوبی، تو راست میگی، تو اومدی قرقروت بخوری جاش. اصلا اسمش هم بده وحید، اسمش هم بده. اصلا تو چی فرض کردی منو؟ فکر میکنی من گاگولم؟ درست هم پشت کوه اومدیم، ولی با هلیکوپتر اومدیم ما خودمون.
برو بابا جمع کن، یک دفعه دیگه به من زنگ بزنی من میدونم تو. خدافظ. چه پرو. الو الو مریم، چرا تعارف بکنی وقتی میگم بیا بالا؟ ای من روز عصبانی بودم به چیزایی گفتم، به دل نگیری. نه به خدا خانم شما مثل خواهر بزرگتر ماست، یعنی به من گفته بود اون عشق رو روتوش کن. فهمیدم داستان چیه. ولکن بابا این گوشکوبایه، هر کی هم پیدونه گرفته دستش هی تپ 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 تپ. شست درد نمیگیری؟ خب بد نیست که تو خودت مهی تو شبکه نیستی. من کل از این قرتیبازی ها بدم میاد، شبکه هم از بیخوبون قطعه. شبکت قطعه. حالا اونم یه سلیقه یه دیگه. چهانم پدر جان چی؟ نه بابا جان، اون عکس دو نفرمونه. نه اینقدر هم چیز. الو الو بابا، الو آسا دیگه چی میگی؟ بیا اینجا. ببین من کمر من کنگ فوی مشکی دارم ها. داری میای؟ بیا بیا دیگه. مهران مهران دارم میام. مهران آخرش ترسو خسر چی شد؟ بس کن کمر رو رفت. آقا شرمنده داداش، تقصیر منه، تو حال خودم نبودم، ببخش. بلش کنیم بریم. همه شما گرد مارونه داشت. باشو خوب خدمتشون رسیدیم. اگه عجله نداشتی؟ چرا؟ برو برخی آماشو میگی برو. میترو تو فردا لام هستا با کی حرف میزنی؟ با کی حرف میزنی؟ فردا الان میترو با کی داری حرف میزنی؟ یه ساعت هم پشت خطت هم این کدوم در به دریه؟ روی من نگاه کنی ها؟ علیکه سلام. چی شده من؟ نه تو چی شده؟ چی کارم داری؟ وای میسی در خونه مردم. بابا مریم به خدا اشتباهی چیزی شده، یکی خواسته با من دشمنی کنه. آره راست میگی، منم همین فکر رو کردم. اصلا من نمیدونم چرا همه دنیا با تو دشمنن وحید جان. نمیدونم
مریم یه دقیقه بایستم بگو حرفتو بگو. خب بابا اگه میدونستم کیه که با من دشمنی داره که من کمکت میکنم، من میشناسمش، بهت هم کمک میکنم که بری یقشم بگیری. خب چرا وایستدی؟ بگو تو آزمایشگاه تشخیص داده تو معتادی، ولی آزمایشگاه خیلی نفهم و دروغگوه. اصلا همه دنیا دروغگوان. تو فقط راستگویی، تو فقط خوبی، تو نه فقط اعتیاد داری، بچه پررویی. وای میسی راست 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 تو چشم من نگاه میکنی میگی مریم من معتاد نیستم. این منو هرس میده وحید. من نمیتونم با یه آدم معتاد زندگی کنم. مریم خانم وایستا، شما ماشاءالله این مجریای تلویزیونی ای دارید گزارش میکنی، نمیذاری من از خودم دفاع کنم. تو فقط یه حق داری، اونم که فرار کنی. همین الان زنگ میزنم پلیس بیاد، همین که میگم مزاحم ناموس مردم شدی، بابام هم میاد یه چک میخوابونه تو گوشت، همین که میگم این ماده مخدر داره، این معتاده. وحید خیلی بدی. بابا به خدا من معتاد نیستم مریم، به خدا من معتاد نیستم. ایو انا باش بابا من معتاد نیستم مریم. ببین وحید، من الان خودمم، تنهام. من اصلا دلم نمیخواد که مثلا تو جلو خانواده من غرور چیز بشه اینا، اما میخوام بهت بگم که همونطور که غروب بهت گفتم محکم گفتم بهت که دیگه نیادم خونه ما، دیگه به من زنگ نزن. تو داری مزاحم خود من، خانواده ام، مامانم که ندارم. مزاحم بابام داری میشی، مزاحم خواهرام داری میشی، زنگ نزن. مزاحم چیه مریم؟ منم وحید عاشقت. آها، معنی عشقم فهمیدیم. میگم یه وقت زشت نباشه شما مواد میزنی ها. بابا مریم من چیکار کنم تو باور کنی من معتاد نیستم؟ وحید دیگه واسه من فرقی نمیکنه که تو معتاد باشی نباشی. بابام هم اجازه بده من دیگه نمیخوام اصلا با تو ازدواج کنم. من اجازه نمیدم. خواهرم اجازه نمیده. بهناز اجازه نمیده. فریبا اجازه نمیده. ببین اگه اینجوری کنی خودمو از بالای همین ساختمون مریم 20 طبقه است میندازم پایینا. فیلم هندی زیاد میبینی؟ آره بابا شعله رو زیاد. آره شعله. آره میخوای آره. که من و فریبا و بهنازم بیام رو شیشه راه بریم. شیشه؟ بابا رو شیشه رو اونا رو دست پات میبره. باشه من به خاطر تو این کارو نمیکنم. چیه خانم با کی داری صحبت میکنی؟ بابا آدم معتاد این چیزا حالش نی. این قصه حسین کرد براش میخونی. بابا چرا قد میکنی؟ حالا برو رو شیشه را برو. Thank you.
چرا میترا؟ چرا؟ من با چشای خودم دیدم. من ازت خیانت دیدم ولی پات واسطم طلاقتم ندادم. از اون مردم نبودم تو تقریب تو خور طلاقت بدم. بار پسره رو ببین. تو کماست. خوشحالم. زدم جفتتونم زدم. من عاشقتم میترا. عاشقتم شک نکن. بزن دستمان بزن ببین اینا. اینا مدال افتخارم. مدال دفاع از ناموسم میترا. مدال دفاع از حرمت ناموسم. الهی قربون حقت بشم. الهی قربون عشقات بشم. از همینا ترسیدم. ترسیدم بشکنی. ترسیدم عشقاتو ببینم. الهی بمیرم من. من به تو خیانت نکردم. میران. اگه من مردم اومدی سر قبرم یادت باشه. دوست دارم. دوست دارم میرانم. من به تو خیانت نکردم. این خواب بد، این کابوس انتقام رامین بود از من به خاطر از دست دادن نسرین. بعد از دانشگاه من دیگه از نسرین خبر نداشتم تا چند ماه قبل که توی نت به هم پیغام داد. از پیدا کردن دوبارش خوشحال شدم. به دوستام گفتم نسرین رو دوباره پیدا کردم و کلی فیلم و عکسای زمان دانشگاه رو براش فرستادم. اما خیلی زود فهمیدم کسی که خودش رو نسرین معرفی کرده نسرین نیست و بعد شروع کرد به باجخواهی کردن از من به خاطر عکس‌ها و فیلم‌هایی که بهش فرستاده بودم و کابوس من شروع شد. مهرانم، من هرگز به تو خیانت نکردم. اون شب رفته بودم تا قول کابوس‌هامو بکشم. از خواب بدی که می‌دیدم بیدار شم، فقط همین. مهران، عزیز دلم، میخوام بگم من مقصر بودم. مقصر بودم که چیزی بهت نگفتم. اما ای کاش میفهمیدی که دارم کابوس میبینم و بیدارم میکردی. کاش به جای کابوس شک من از کابوس انتقام بیدار میکردی. کاش کمکم میکردی به جای اینکه بهم شک کنی. حالا بیا و بیدارم. بیا و من از کابوس تازهی که دارم میبینم بیدارم کن. بیا من از کابوس مرگ بیدار کن. بیا مهران. بیا. کسی که از همه دنیا